زندانی سیاسی بهشون میرسید، یه انجمن درست کرده بود کار انسانی، انداختن زندان. همین فریده رو میگم، فریده مرادخانی، دختر شیخ علی تهرانی. حالا اسم داییش هم زیاد نمیاریم که خوشش بیاد داییش تبلیغ میخوایم بکنیم. آقا این کار خیر میکرده، نیکوکاری میکرد. از من بهش بودم نیکوکاری چه میکنی؟ برو کار صالح انجام بده. گفتم گدا پروری که نباید بکنیم بهش تفلی را. حالا گرفتن شما، تو چرا کار خیر انجام میدادی؟ در حالت با شهبانو هم نبوده، چون شهبانو چند هفته بعدش اتفاق افتاد. البته شهبانو هم با خود من صحبت کردن، بجی که فریده خیلی دلش می‌خواست که با شهبانو باش صحبت کنن. شهبانو خواستن زنگ بزنن ازش تشکر بکنن، اینا به من میگفتن فلانی نکنه براش دردسر ایجاد بشه، مشکلی براش ایجاد بشه، من باش صحبت بکنم. اینا تلفن‌ها رو کنترل می‌کنن. حالا شهبانو صحبت نکرد اصلا باش، با اینکه زیاد خودش مایل به تفریکه، میگه من شجاع مثل باباشه. ولی بعد یک مدتی که گرفتن اون قضیه منتفی شده، تا قبل از اون قضیه هم دو بار گرفته بودن ایشونو، بازداشتش کرده بودن. کار خیر انجام میداده. حالا بگذاریم که چه چیزایی بیان بزنن. اصل چه من بهتون گفتم، شورای امنیت ملی صدام حسین نسب بس منصورون که سینابرک ساعتش زدن، علی شمخانی الان رئیس اونجاست، علی شمخانی داره یک جوری انتقام و سینابرکسه که شیخ علی تهرانی رفت قاضی بود تحقیق کرد گفت کار منصورونه، منصورون هم رئیسش اون موقع امین شمخانی بوده و اینا توسط صدام حسین تقویت شده بودن برای تجزیه ایران. این الان داره جوری انتقام کشی میکنه، وگرنه بر اساس قانون اساسی خود این ارازر و اوباش الدنگ روحانیت، شورای امنیت ملی که همه حرف اول آخر رو میزنه، یادتون نره یک کسی میخواد دستگیر بشه بازداشتش میکنن، آدمای عادی رو که نمیگیرن، یک آدمی که شخصیتیه امکان داره برای رژیم بحران بیافرینه، مثل دستگیری فریده مرادخانی، این برای رژیم بحران میآفرینه، یعنی آبرو رژیم تو دنیا میبره. یک نوع از بحران آفرینه ها علیه نظام جمهوری اسلامی است، یعنی به ضرر جمهوری اسلامی است بازداشت فریده مرادخانی. خب وقتی شورای امنیت ملی میاد کار میکنه، داره هم خط صدام عمل میکنه، خود اینا هم شعور نداره نمیفهمن. مثل این که بارها شده همین آدم های دیگه که 100% ثابت شده که مثل نقدی و دیگران که همین سردار و سپاه هستن که اینا بعثی و معاودین هستن اومدن به ایران جاسوس صدام حسین بودن، اینا بارها کارهایی کردن تو جامعه ایران بحران آفرینی کردن. بحران که میآفرینن هم ملت ایران ضرر میکنه، هم نظام حاکم. نظام حاکم داره الان با امریکا لاس میزنه، میخواد جور کنه اینا. یهو بایستی خط روسیه و اینها، خط صدام حسین هم خط روسیه است یادتون نره، چون صدام نوکر روسیه بود. اینا یه حبت بحران بیافرینن. بحران چیه؟ خوارزاده علی خامنه‌ای رو گرفتن. علی خامنه‌ای عجب آدمی ها، خوارزاده شو گرفتن، دختر بیگران. اینا بحران فریز، شعورشون هم نمیرسه. حالا وقتی بحران آفریده میشه برای بازداشتی، شورای امنیت ملی باید تشکیل داده بشه. هفته پیش براتون خودم که کیا عضوم، همه اونا باید جمع بشن تصمیم بگیرن که میخوان فخری زاده رو بکشن، همه اینا باید جمع بشن تصمیم بگیرن که هواپیمای اوکراینی رو بزنن که آمریکا بهشون حمله نکنه جور که خودش میگه، چون همین خط سینمارکس رو تا الان شمخانی دنبال کرده. میزنیم میندازیم پای اون، میزنیم میندازیم سینمارکس آتیش میزنیم. اینو گفتم خوب، هر روزم بهتون میگم تا شعورها باز بشه، چون شعور ندارن. رئیس جمهور شعور نداره، رهبر شعور نداره، وزرای خودشون اینا شعور ندارن. بحران آفرینی رو نمیدونن یعنی چی. جلو بحران رو بگیرن که آبروی ملت ایران